امروز در خدمت شما عزیزان همراهان کانال هستم با یک برنامه و یکی از مهمترین آموزش هایی که در مجموعه راه میانبر رایگان در خدمت شما قرار خواهم داد، یعنی پاکسازی بسیار مهمی که در منزل و محیط کار باید انجام بدید، حتی برای خودتون، که در ادامه یک سری مطالب رو خواهم گفت و بسیار بسیار مهمه عزیزانی که در هر شرایطی حتی علم آموز هم نیستن این کار رو انجام بدن. با من همراه باشید. با نام و یاد حضرت دادار پایدار و با درود عرض احترام خدمت تک تک شما همراهان کانال، بینندگان، چه همراهانی که علاقمند به یادگیری هستید و چه علاقمند به اصطلاحاً این مطالب هستید و حتی نمیخواید یاد بگیرید، امیدوارم در هر کجا که هستید تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه و همواره در تندرستی به دور از کجی و کاستی باشید. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم، هموطنان، همزبانان، همراهان، در هر کجایی که از هر نژاد و تباری که هستید، به پدر و مادر، به بزرگترها، به موسپیدان، به کوچکترها احترام بکنید، سعی بکنید که سرلوحی باشید برای احترام به بزرگترها و این کار رو حتی برای خودتون هم که شده انجام بدید. این کار بسیار بسیار چاکرای شما رو نورانی میکنه و شما رو به دور از غرور و منیت و این آتشخال هایی که در درون انسان وجود میاره خواهید شد. عزیزان، سپاسگزارم از همه شمایی که به کانال لطف دارید، همراهی میکنید، لایک میکنید، کامنت برای ما میگذارید، شیر میکنید کلیپ های ما رو، و اگر شما هم تا الان لایک نکردید همین از سایه لایک بکنید کلیپ رو، کامنت برای ما بگذارید و سوالاتی دارید یا نظراتتون رو میتونید برای ما بگذارید و حداقل کلیپ رو برای 3 تا 5 نفر همین آموزش رو شیر بکنید، منتشر بکنید. و عزیزان، راه اصطلاحاً کمک به کانال من بارهای بار توضیح دادم، حالا از طریق پیپل عزیزانی که در خارج هستن میتونن کمک بکنن و عزیزانی در داخل هستن میتونن از همین دیدن تبلیغات، چه عزیزان داخل چه خارج، میتونن این کار رو انجام بدن. تبلیغاتی که بر روی برنامه میاد، هر تبلیغ رو حداقل به اندازه 30 ثانیه نگاه بکنید، این بسیار بسیار کمک میکنه، گرچه ناچیزه ولی کمک میکنه به امورات کانال که بندم خیال راحت تری داشته باشم برای اینکه در خدمت شما بیشتر باشم و این آموزش ها رو ادامه بدم. کانال کانال خودتون هست و با حمایتش علم و این دانش نصیب خودتون خواهد شد. خب بریم سراغ این مطلب. عزیزان، بارها من گفتم که یکی از مهمترین مطالبی که شما در علوم غریب نیاز دارید چه از پاکسازی. پاکسازی مخصوصا عزیزانی که میخوان چله نشینی کنن. حالا چله نشینی رو ما اسمش اینجا گذاشتیم چی؟ دعوات. میخوان دعوات انجام بدن، حتی دعوات هم نمیخوان انجام بدن. حتی عزیزانی هستن که به هر ترتیب و به هر طریق این عزیزان کارشون گره میخوره تو زندگی یا اینها. فقط عزیزان این نیست که شما سحر و جادو شده باشید، فقط این نیست، مطالب دیگری هست که شما چه حتی رعایت هم بکنید باز همین آلودگی ها متاسفانه گریبانگیر شما میشه. یکی از مطالب بسیار بسیار مهمی که شما باید بدونید قبل از این من آموزش رو بگم این هست که شما وقتی به قبرستان میرید عزیزان، به قبرستان، و لباس سیاه میپوشید. متاسفم از این که باید بگم، من الان نمیخوام دینیش بکنم این مطالب رو و این متاسفانه این نادانسته هایی که به کله ما ریختن از روی نادانی و شاید هم از روی دانستن مطالبی رو ریختن تو کله ما، این که برای عزا لباس سیاه بپوشید و بدترین کار هست، این بدترین کار ممکنه. عزیزان، شما وقتی لباس سیاه می پوشید به هر ترتیب انرژی را جذب می کنید. پیروان حضرت ختم مرتبت، اونهایی که اهل سنتش هستند، شما ببینید به هیچ وجه لباس سیاه در قبرستان نمی پوشند عزیزان، و در اصل همین هست. اصلا لباس سیاه
در دینی که پیروان حضرت ختم مرتبت دارند کراهت داره. وقتی شما لباس سیاه می پوشید یعنی انرژی را جذب می نمایم، یعنی مشتاقم، یعنی اشتیاق دارم، علاقه دارم که انرژی رو جذب بکنم. در قبرستان چه هست؟ انرژی نابودی. شما وقتی که میرید این انرژی رو همراه خودتون میکشید، انرژی مرگ. میرید هرچی افسردگی و هرچی انرژی های سنگین و کثیف هست میاد تو زندگی شما. و متاسفم اگر این که الان لباس سفید هم بپوشید برید میگن خب فلان کس، متاسفانه ما کم عقل شدیم دیگه، کم عقلیم. یعنی قبل از این که مغزمون فعالیت بکنه دهنمون فعالیت میکنه، میگن فلان کس با فلان کس دشمنی داشته، خوشحال از مرگش، اینقدر شعورشون نمیکشه که بگن آقا این لباسی که شما پوشیدید برای این، یعنی من دوست دارم بمیرم، دوست دارم بدبختی بیاد دور سرم، دوست دارم بیچارگی ها رو جذب بکنم دور بر خودم. و قبرستون که رفتید آلودگی عزیزان همراه شما می آید. در قبرستان هم تا دلتون بخواد از این انرژی های بد و انرژی های آلوده کننده و بماند خود نیروهای سفلی و اینها همتون قبرستون جمعن. پس نیازی نیست فقط شما رو سحر و جادو بکنن، همین که قبرستون برید کافیه و لباس سیاه بپوشید دیگه تمامه. شما اینها رو قشنگ آوردید تو خونه زندگیتون. پس حتی اگر عزیزان، حتی اگر در علوم قریب اصطلاحاً پیمایش نمی نمایید، پاکسازی را انجام دهید. خب این از این. پس متوجه شدید که فقط این نیست که شما حتما سحر و جادو براتون بکنه، این پاکسازی برای همه مهمه. شما میرید آشغالا رو میارید میریزید تو محیط کارتون، کافیست یه بار پاتون به محیط کارتون برسه. و اگر کسانی که بنده براشون پاکسازی کردم، اونها میدونن بنده همیشه کلمه رو میگم، میگم ریشه ای پاکسازی شود، پاکسازی می نمایم ریشه ای، یعنی خونه، محل کار، هر جایی که شما اگر 10 تا ملک دارید همه باید پاکسازی شود، همه، یکی دو تا سه تا 20 جا میرید همون 20 جا. شما کافیست که تو اون ملک پا بذارید، ملکتون قشنگ قفل میشه، چون انرژیست دیگه، انرژی میبرید قشنگ جایگزین میکنید. این هست که فقط عزیزانی که اصطلاحاً کار علوم غریبه میکنن یا میخوان پیشرفت بکنن، فقط برای اونها نیست، برای همه شما نیاز هست. بسیار خوب عزیزان، این عمل در ابتدای ماه قمری باید آغاز شود. حالا هفته اول یا نهایتاً هفته دوم نباید به قسمت تاریک ماه برسه، نباید به قسمت تاریک ماه برسه عزیزان. شما باید بدانید که باید از انرژی ماه استفاده بکن. انرژی ماه در قسمت تاریک انرژی خوبی نیست عزیزان. من همینجا گفتم انرژی ماه، یه چیزی من به دوستان بگم، عزیزانی که برای چاقو یا انگشتر و خواتیم، خاتمها که بر روی انگشترهاشون اصطلاحاً انجام میشه، درخواست دادن، ثبت کردن، باید عزیزان بدانید که بنده همیشه اول تا نهایتا هفته دوم این کار رو تراش رو انجام میدم و یه 10 روزی معمولا یا 9 روز این کار رو انجام نمیدم. علتش هم چه هست؟ علتش هم همین هست که من به شما گفتم، پس این رو یادتون نره. خیلی خوب، حالا میرسیم به چگونگی عمل. پس گفتم که عمل باید در هفته اول، نهایتاً هفته دوم، ولی هفته اول باشه بهتره، یا یک شنبه یا دوشنبه یا پنجشنبه. دوشنبه اگر هفته اول بود انجام دهید. هفته اولتون اگر دوشنبه خواستید انجام بدید، در هفته دوم دوشنبه نمیتونید انجام بدید، فقط هفته اول دوشنبه میتونید انجام بدید. این رو مد نظر داشته باشید عزیزان. برای این عمل نیاز هست شما 3 روز پرهیز
جمالی نمایید. سه روز برای این عمل پرهیز جمالی لازم دارید که این سه روز رو حتما باید انجام بدید و بسیار مهمه، نمیتوانید از او شونه خالی بکنید. عزیزان این عمل بخور دارد، اما بخورش بخور استارت، یعنی بخور عمل کامل نیست، بخور شروعه. من قبلا در مورد بخور شروع تو برنامه گذاشته صحبت کردم. بسیار خب، فقط بخور شروع داره. خب حالا این رو باید بدونید عزیزان، این عمل اسراف دارد، اسرافتون رو حتما باید انجام بدید. این عمل عزیزان تحسین دارد، بسیار مهمه. حالا دیگه چون پاکسازی از خط مندل و اینا نداره، بخورش رو هم عزیزان شما میتونید از تخم اسپند استفاده بکنید و همچنین کندر و کندر، تخم اسپند و کندر. حالا بهتون میگم باید چی کار بکنید. بسیار خوب، عمل عزیزان 3 تا 7 روزه. اون 3 روزی که گفتم، 3 روزه پرهیز جمالی رو حداقل شما باید انجام بدید. بسیار خوب عزیزان، عمل صبح قبل از شروع عمل، همیشه گفتم دیگه، غسل و نیت انجام دهید. همیشه من این رو به دوستان گفتم، چه بنده در برنامه این رو تکرار کردم چه تکرار نکردم، شما به هر ترتیب باید غسل و نیت رو انجام بدید، به خاطر اینکه مثل آمپلیفایر عمل میکنه آب. آمپلیفایر چه هست؟ همون دستگاهی که صوت شما رو قدرتمندتر میکنه از داخل میکروفون و میده به باندها، اون رو بهش میگن آمپلیفایر. یعنی صوتی که شما اینجا دارید رو صدها برابر قدرتمندتر میده. آب هم مثل اونه، در انرژی داد و گرفت شما قدرتمند و قدرتمندتر عمل میکنه. این هم از این. پس صبح عمل قبل از اینکه شروع بکنید باید این رو انجام بدید. عمل هم به این صورت است که پاکسازی، غسل برای پاکسازی منزل، محیط کار، خودم برای گشایش و هر نیتی که میکنید انجام میدم قربتاً الالله. خیلی خوب، غسلتون انجام دادید. عزیزان شما روزانه 2 رکعت نماز دارید، نمازتون هم باید هدیه کنید به انبیا، اولیا و رسول الهی و ملائکت الله و ملائکه قرآن. این هم می شود هدیه. حالا چگونه بخوانیم این مهمه. 2 رکعت نماز در رکعت اولتون و در رکعت دومتون. رکعت اول بعد از حمد شما باید سوره چی بخوانید؟ قاف بخوانید عزیزم. شما همون جوری که نشسته سرپا هستید میتونید نمازتون رو نشسته بخونید، مهم نیست عزیزان. نماز بعد از هم در رکعت اول سوره قاف باید بخونید، در رکعت دوم بعد از هم میبایست 40 آیت الکرسی بخونید. عرض کردم میتونید نمازتون رو نشسته بخونید، اصلا مهم نیست که شما پاشید نماز بخونید، نمازتون رو نشسته میخونید. بسیار خوب، اینو خانم ها میتونه انجام بدنش، فرقی نداره. فقط در فقط عزیزان اونهایی که چاقوی مندل دارن که خب خیلی خیلی بهتر از چاقو رو به این صورت جلوتون میذارید، چاقو به لبه به سمت شما، لبه چاقو به سمت شما باشد. خیلی خوب، خودتون میدونید دیگه. انگشتر هم اگر اونهایی که بنده انگشتر دادم دستشون، حتما تو دست راستشون باشه. عزیزانی هم که انگشتر سفارش دادن انشالله تا اول ماه سفارشاتشون میرسه، یعنی اول ماه قمری بنده یه سری ها میمونه برای اول ماه قمری که اونها رو انشالله تراشش رو میزنم و میفرستم قبل از این که بخواد اگر پاکسازی انجام بدید اون هم انشالله در دست راستتون باشه. خانم ها فعلا کسی انگشتر سفارش نداد، ولی یه خانومی انگشتر سفارش داد در دست چپش میکنه. بسیار خوب عزیزان این رو دونستید. حالا نمازتون رو که میخونید معمولا بعد از نماز عشا باید بخونید عزیزان، بعد از نماز عشا. خیلی خوب، حالا باید چی کار بکنید عزیزان؟ باید به این صورتی که میگم عمل بکنید. شما عزیزان کنج
خانه. یعنی شما مثلا یک خونه دارید، اینجا آشپزخونه است، چه میدونم اینجا اتاق خوابه، اینها رو بهش میگن کنج. تجمیع انرژی در این مناطق است، اینجا، اینجا تو این کنجا. اگر هم دیده باشه قدیما میگفتن جنن میرن اینجا، درسته؟ اینجا، اینجا. اینو کنج. عزیزان، دوستان، شما با این کنج ها کار دارید. حالا میگم باید چی کار بکن. شما در یک اتاق داشته باشید خیلی بهتر. اگه اتاق هم نداشتید، همون جایی که هستید، هیچ اشکالی نداره عزیزان، به هیچ وجه مشکلی نیست. به تعداد کنجهای خانه میخ تهیه می نمایید. به تعداد کنجهای خانه این رو 3 روز باید انجام بدید. روز 4 هم کاری که میگم باید انجام بدید. 3 روز، 3 شب در اصل، یا 3 روز بعد از ظهر، مهم نیست، بعد از نماز عشا باشه بهتره. مثلا 10 تا کنج داره خونتون، تو اتاقاتون، همه جا، فقط بجز دستشویی، دستشویی مهم نیست. شما باید مثلا 10 تا کنج داره، 10 تا میخ، 7 تا کنج داره، 7 تا میخ، مهم نیست. جایی هم کابینت دارید میخ اونجا جا نمیشه تو اون کنج، میتونید بالا یه قسمتی با چسب حتی بزنید. اگر جایی میتونید میخ رو تو زمین فرو بکنید که بهتر. اگر هم میبینید نمیشه، با چسب میتونید میخ رو بچسبانید عزیزان اونجا، هیچ مهم نیست. حالا بهتون میگم چیکار بکنید. ابتدا باید هر شب که میرید، بعد اینکه اسراف خواندید و تحسین، عزیزان میخا رو جلوتون میذارید، به این صورتی که هست اینجوری جلوتون میذارید میخا رو. حالا ببخشید من اینجوری میخ میکشم دیگه. مثلا چند تا میخ دارید؟ مثلا 7 تا میخ. 7 تا میخ رو جلوتون میذارید، چاقوتون رو هم میذارید اینجا دیگه جلوتون، خودتون هم اینجا باید بشینید. یه بخوری هم قبل از این اصطلاحا چیز میکنید، روشن میکنید، برای اینکه بخورش رو هست. شروع میکنید عزیزان، یه مقداری هم کاسه آب، یه کاسه آب هم اینجا میذارید. عرض کردم اگر چینی باشه کاسه‌تون، داخلش نباید نوشته یا عکس باشه. اگر هم کاسه آبگینه یا همون شیشه دارید بهتر. آب میریزید، داخل آب 7 قطره گلاب میریزید عزیزان، 7 قطره گلاب داخل آب. بسیار خوب، شروع میکنید عزیزان. ابتدا 14 صلوات مخصوص که باید در اول و آخر کارتون بخونید، فوت، چوف، دم، هرچی میگید در این آب میکنید و روی میخوا. بعد اون 14 استغفار مخصوص. من در مورد استغفار مخصوص و صلوات مخصوص در برنامه گذاشته صحبت کردم، برید برنامه گذاشته رو نگاه بکنید. باز هم به همین صورت، بر روی میخ و اصطلاحاً آب. بسیار خوب، اینها رو که خوندید، من اینها رو حالا پاک میکنم از اینجا. بعد عزیزان میبایست چی کار بکنید؟ میبایست سوره یاسین بخونید. سوره یاسین بهتون گفتم چی داره؟ 7 مبین دارد. شما عزیزان باید در هر مبینی که رسیدید آیه 1 تا 10 سوره الصافات را بخونید. آیه 1 تا 10 سوره الصافات رو بخونید. بعد که خوندید، قبل از اینکه ادامه سوره رو بدید، باید بگید که اللهم یا قادر و یا مقتدر، یا عالی و یا اعلا، یا قاهر از البطش شدید ولا یطاق انتقام هو، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حافظ، یا حفیظ، یا وکیل، یا متین. خب اللهم یا قادر یا مقتدر، یا علی یا اعلی، یا قاهر از البعث شدید و لا یطاق انتقام، و یا ذل جلال و الاکرام، یا حی یا قیوم، یا حافظ یا حفیظ، یا وکیل و یا متین. به حق لا اله الا
بله، لا اله الا الله به حق حسن لا اله الا الله فی حسن لا اله الا الله و فی حسن، بله، و فی حسن الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد اسم مالک اون خونه، اسم مالک اون خونه هر چی است، مثلا اسم مالک اون خونه مثلا فرهاد زایده، مثلا اسم مادرش هر چی شما میخواد، فرزانه مثلا، یه اسمی مادر، هر چی، هر کی مالک اون خونه است، شما نمیتونید به اسم خودتون بخونید مگه اینکه مالک باشید. بعد که این رو خوندید، دو دستتون رو بلند میکنید، میگید که خداوندا بار الها رب من، پروردگانت، پروردگار من، به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم، این بنده و تمامی اعضای این خونه، مثلا فلان کس زایده فلان کس، اسم مادرتون، خواهرتون و با مادراشون رو باید ذکر بکنید و همچنین پدرتون رو کامل همه رو ذکر میکنید با اسم مادرانشون، به حق حسن یا به حق حصار لا اله الا الله و به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم ما رو در حصار امن خودت قرار بده. در کف دست هاتون میدمید و همچنین بر روی میخا و همچنین در آب، دستتون هم از روی پیشونی میکشید تا سینه‌تون. عزیزان دقیقاً بقیه رو ادامه میدید، هر مبینی که رسیدید این رو یک مرتبه باید بخوانید، همینجوری میخونید و باز مبین بعدی بقیه اعمال رو انجام میدید، باز مبین بعدی همینجور تا سوره یاسین که تمام شد. عزیزان چی کار میکنید؟ سوره یاسین که تمام شد یک مرتبه هم آخر سوره قاف میخوانید، به همین راحتی و به همین آسانی در روی میخا و اینها میدمید. سه روز این عمل رو تکرار میکنید و اون آب رو هم نمیخورید. عزیزان سه روز میخا رو هی میذارید جلوتون، همین عمل رو تکرار میکنید. بعد هم عرض کردم میخ کوبیده بشه کنار اصطلاحاً منزلتون، خیلی بهتر، نتونستید با چسب بچسبونید اون گوشه. و آب رو هم چی کار میکنید؟ آب رو هم در کنجها سه روز مدام می پاشید، در کنچا روی لباساتون، روی تخت خوابتون، روی اصطلاحاً آینه هاتون، رو توی کمد دیواری هاتون. بنده این کاریست که خودم هم انجام میدم و به شما گفتم این گنج رو اجازهش هم میذارم برای عزیزان کانال که کانال رو حمایت میکنن، این پشت سر اونها هست، اجازه مخصوص این عزیزان. و شما مگر که میخواید عضو کانال بشید و حمایت بکنید، این اجازه رو به شما هم انشالله تفیض میکنیم و ادامه بدید. بسیار بسیار عمل قدرتمند که عرض میکنم عمل خودم هست و به شما میگم و این رو میدم عزیزان، این رو انجام بدید. از روزی که سه روز تمام شد، سه روز بعد میخا رو همون روز اول بذارید و سه روز بعد این کار رو بکنید. از اون هم میتونید به صورت هاتون بزنید اعضای اون خونه از اون آب، ولی سه روز حتما این جایی که گفتم بزنید عزیزان. بعد ببینید معجزه این چه هست، انشالله که عمل رو انجام بدید. و مخصوصا کسانی که میخوان چلو دعوت بشینه حتما این کار رو انجام بدن. خب بعضی هم که باید حتما استاد عامل پاکسازشون بکنه، ولی این دستور عمومیست دیگه، انشالله به امید خدا. در پناه خدا باشید، حتما کانال رو حمایت بکنید که بسیار به حمایت شما نیاز داره و این کانال فکر میکنم تنها کانالیست که این گونه دستورات رو میذاره در یوتیوب و در فضاهای مجازی. حمایتش با خودتون عزیزان. تا برنامه دیگر آرزوی موفقیت و پیروزی برای بنده هم دعا بکنید. دادار پایدار یارو یاورشون.